پند از لغمان حکیم به فرزندش یک فرزندم هیچ کس و هیچ چیز را با خداوند شریک مکن دو با پدر و مادرت بهترین رفتار را داشته باش سه بدان که هیچ چیز از خداوند پنهان نمیماند. ماند چهار نماز را آنگونه که شایسته است به پادار پنج اندرز و نصیحت دیگران را فراموش مکن شش در مقابل پیش آمدها شکیبا باش هفت از مردم روی مگردان و با آنها بی اعتنا مباش. هشت با غرور و تکبر با دیگران رفتار مکن. نه، در راه رفتن میانه رو باش. ده بر سر دیگران فریاد مکش و آرام سخن بگو. یازده از طریق اسما و صفات خداوند او را به خوبی بشناس. دوازده به آنچه دیگران را اندرز می دهی خود بیشتر عمل کن. سیزده سخن به اندازه بگو. چهارده، حق دیگران را به خوبی ادا کن. پانزده، راز و اصرارت را نزد خود نگهدار. دار. شانزده، به هنگام سختی دوست را آزمایش کن. هفته، با سود و زیان دوست را امتحان کن. هجده، با بدان و جاهلان هم نشینی مکن. نوزده، با اندیشمندان و عالمان همراه باش. بیست، در کسب و کار نیک جدی باش. بیست و یک، بر کوتاه فکران و ضعیفان اعتماد مکن. 22 با عاقلان ایماندار مدام مشورت کن. 23 سخن سنجیده همراه با دلیل را بیان کن. 24 روزهای جوانی را غنیمت بدان. 25 هم مرد دنیا و هم مرد آخرت باش. 26 یاران و آشنایان را احترام کن. 27 با دوست و دشمن خوش اخلاق باش. 28 وجود پدر و مادر را غنیمت بشمار. بستونو معلم و استاد را همچون پدر و مادر دوست بدار. 30 کمتر از درآمدی که داری خرج کن. 31 در همه امور میانه رو باش. 32 گذشت و جوانمردی را پیشه کن. 33 هر چه که میتوانی با مهمان مهربان باش. 34 در مجالس و معابر چشم و زبان را از گناه بازدار. 35 بهداشت و نظافت را هیچگاه فراموش مکن. ۳۶ هیچگاه دوستان و همکیشان خود را ترک نکن ۳۷ فرزندانت را دانش و دینداری بیاموز ۳۸ سوارکاری و تیراندازی و را فراگیر ۳۹ در هر کاری از دست و پای راست آغاز کن ۴ با هر کس به اندازه درک او سخن بگو ۴ ۱ به هنگام سخنمتین و آرام باش چهل دو، به کم گفتن و کم خوردن و کم خوابیدن خود را عادت بده. چهل سه، آنچه را که برای خود نمیپسندی برای دیگران مپسند. چهل و چهار، هر کاری را با آگاهی و استادی انجام بده. چهل و پنج، نامخت استادی مکن. چهل و شش، با ضعیفان و کودکان سر خود را در میان نگذار. چهل و هفت، چشم راه کمک و یاری دیگران مباش. چهل و هشت، از بدان انتظار مردانگی و نیکی نداشته باش. 49 هیچ کاری را پیش از اندیشه و تدبر انجام مده. 50 کار ناکرده را کرده خود مدان. 51 کار امروز را به فردا مینداز. 52 با بزرگتر از خود مزاحم کن. 53 با بزرگان سخن طولانی مگو. 54 کاری مکن که جاهلان با تو جرأت گستاخی پیدا کنند. 55 محتاجان را از مال خود محروم مگردان 56 دعوا و دشمنی گذشته را دوباره زنده مکن 57 کار خوب دیگران را کار خود نشان مده 58 مال و ثروت خود را به دوست و دشمن نشان مده 59 با خیشاوندان قد خیشاوندی مکن 60 هیچگاه پاکان و پرهیزکاران را غیبت مکن 60 هیچگاه پاکان و پرهیزکاران را غیبت مکن 61 خودخواه و متکبر مباش 62 در حضور استادگان منشین 63 در حضور دیگران دندان پاک مکن 64 با صدای بلند آب دهان و بینی را پاک مکن 65 به هنگام خمیازه دست بر دهان خیش بگذار 66 حالت خستگی را در حضور دیگران ظاهر مکن 67 در مجالس انگشت در بینی مینداز 68 کلام جدی را با مزاح آمیخته مکن. 69. هیچ کس را پیش دیگران خجل و رسوا مکن. 70. با چشم و آبرو با دیگران سخن مگو. 71. سخن گفته شده را تکرار مکن. 72 و دو از شوخی و مزاح خود کمتر کن. 73 از خود و خیشاوندان نزد دیگران تعریف مکن. 72 و چهار از پوشیدن لباس و آرایش زنان پرهیز کن. هفتاد و پنج از خواسته های نابجای زن و فرزندان پیروی مکن. هفتاد و شش حرمت هر کس را در حد خود نگه دار. هفتاد و هفت در بدکاری با اقوام و دوستان همکاری مکن. هفتاد و هشت از مردگان به نیکی یاد کن. هفتاد نه از خصومت و جنگ افروزی جدا پرهیز کن. هشتاد با چشم احترام به کار دیگران نگاه کن. هشتاد و یک نان خود را بر سفره دیگران مخور. 82 و دو در هیچ کاری شتاب مکن. 83 برای جمع بیش از حد مال و ثروت هرس مخور. 84 به هنگام خشم شکیبا باش و سخن سنجیده بگو. 85 از پیش دیگران غذا و میوه برمدار. 86 در راه رفتن از بزرگان پیشی مگیر. 87 سخن و کلام دیگران را قطع مکن. 88 به هنگام راه رفتن جز به ضرورت چپ و راست خود را نگاه مکن. 89 در حضور مهمان بر کسی خوش مگیر. 90 مهمان را به هیچ کاری دستور مده. 91 با دیوانه و مست سخن مگو. 92 برای کسب سود و دوری از زیان آبروی خود را مریض. 93 در کار دیگران کنجکاوی و جاسوسی مکن. 94. و چهار، در اصلاح میان مردم هیچگاه کوتاهی مکن 95 ادب و تواضع را هیچگاه فراموش مکن 96 با خداوند صادق و با مردم با انصاف باش 97 بر آرزوها و خواسته های خود غالب باش 98 خدمتکاری بزرگان و همکاری با مستمندان را فراموش مکن 99 با بزرگان با ادب و با کودکان مهربان باش صد با دشمنان مدارا کن و در مقابل جاهلان خاموش باش. صد و یک در مال و مقام دیگران طمع مکن. صد و دو از رفت آمد و مال و مرام و مسلک خیش کمتر بگو. صد و سه به جز خداوند هیچ کس را فرمان روا و فریاد رس خیش مشمار. صد و چهار عمر و روزی با حساب و کتاب است پس مترس و طمع مکن. صد و پنج عمر را برای عمل و عبادت و پاکی و پرهیزکاری قنیمت بدان. 106 اگر بهشت را میطلبی از فساد و ستم و گردن کشی پرهیز کن. 107 سرچشمه زشتی ها را دنیا پرستی و مستی و نادانی بدان. 108 بجز در حق و راستی بندگان خدا را بندگی و فرمانبری مکن. 109 خود را با ستم سلاطین شریک مگردان. 110 دنیای دیگر را به دست فراموشی مسپار. اگر آموزنده است شریک سازید.